سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه دیگر از ایران و جهان در هفته ای که گذشت. من فریبا شیرازی هستم. هفته گذشته با وجود خبرهای ریز و درشتی که رسانه ها منتشر کردند، انتشار یک خبر از زندان اوین افکار عمومی را با شوک مواجه کرد و بازتاب گسترده در رسانه های داخلی و خارجی داشت. خبر ضرب و شتم شدید زندانیان بند 350 زندان اوین که نشان از خشونت کم سابقه در این زندان داشت. خشونتی که گرچه مقامات مسئول قوه قضاییه آن را انکار کردند، اما خانواده‌های زندانیان تایید کردند که عزیزانشان به قصد کشت کتک خوردند. در حالی که دولت واکنشی محتاطانه به این حادثه داشته و احزاب و شخصیت‌ها نسبت به آن سکوت کردند، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل و گزارشگران بدون مرز خواستار دخالت فوری ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر و احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ایران شدند و خواستار حفاظت از جان زندانیان عقیدتی و روزنامه نگاران و شهروند وبنگار زندانی و همچنین تشکیل کمیته حقیقتیاب در این زمینه شدند. برنامه این هفته را اختصاص دادیم به پنجشنبه سیاه اوین و اهداف و چرایی این اقدام و همچنین ابعاد حقوقی آن را با کارشناسان و صاحب نظران برنامه به بحث خواهیم گذاشت. با ما همراه باشید. از وقایع ضرب و جرح زندانیان بند 350 زندان اوین بیش از یک هفته گذشته، اما واکنش ها و حرف و حدیث ها پیرامون آن همچنان ادامه دارد. اولین واکنش رئیس قوه قضاییه به این ماجرا تهدید و ارعاب منتقدان و برکناری غلامحسین اسماعیلی از ریاست سازمان زندان ها و ترفیع او به ریاست کل دادگستری استان تهران بود. در حالی که مشاهدات خانواده های زندانیان این بند حکایت از ضرب و شتم شدید زندانیان داشت، غلامحسین اسماعیلی بدرفتاری با زندانیان را تکذیب کرد و گفت حتی تلنگری به زندانیان زده نشده است. خانواده های زندانیان سیاسی که آزار ضرب و شتم را بر روی بدن عزیزان خود دیده بودند، پیگیر وضعیت آنان شدند و به ریاست جمهوری نامه نوشتند. زندانیان کتک خورده و زخمی هم که گفته شده برخی از آنها توان راه رفتن نداشتند، در اعتراض به این رفتار غیرقانونی اعتصاب قضا کردند و در حمایت از آنان بعضی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر نیز به این اعتصاب پیوستند. دولت روحانی اما پس از یک هفته سکوت وعده رسیدگی داد، اما احزاب و شخصیت ها هیچ واکنشی به این موضوع نشان ندادند. علی‌رغم واکنش‌های ضد و نقیض و تلاش برای پنهان ماندن ابعاد ماجرا در داخل کشور، نهادها و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر از جمله گزارشگران بدون مرز و عفو بین‌الملل این اقدام را محکوم کردند و نسبت به سلامت زندانیان سیاسی عقیدتی زندان اوین هشدار دادند. از آقای رضا معینی، مسئول بخش فارسی سازمان گزارشگران بدون مرز، دلیل روایت‌های متفاوت از این ماجرا را جویا شدم و پرسیدم در حالی که خانواده زندانیان سیاسی بر اساس مشاهداتشان ضرب و شتم شدید زندانیان را تایید می‌کنند، مقامات مسئول منکر این خشونت می‌شوند، کدام روایت درست است و آخرین اطلاعات شما در این زمینه چیست؟ آخرین خبرهایی که ما داریم پس از ملاقات خانواده ها با زندانیان که همان چیزی که شما فرمایش کردین، یعنی همان روایت، در اصل زندانیانی هم که آثار کبودی، آثار ضرب و شتم، آثار شکستگی بر روی چهره و بدن آنها مشخصه. بخشی از مسئولین زندان از جمله تونستن پاسدارایی که نگهبانای زندان کمک کردن به برخی از زندانی ها برای جابجا شدن، و این غیر قابل انکاره. آنچه که جمهوری اسلامی انکار میکند عملا نوع خشونتیه که به کار رفته با اتکا بر دو مسئله. واقعیت اینه که در آیین‌نامه و در اصل آیین‌نامه مقررات زندان نمونه هایی و قانونی که بر این مبنا هست قانون مشخصیه. در طی ماه میتوانن زندانبانان زندان رو بررسی کنن، بازرسی کنن و ببینن. اما این گونه اعمال وحشیانه، من میتونم بگم علیه زندانیان بی سابقه که نمیتونیم بگیم، چون متاسفانه در جمهوری اسلامی اعمال خشونت علیه زندانیان امری بی سابقه نیست. هم باره بوده، در طی سالهای گذشته ممکنه بهتر شده باشه، ولی عملا این وجود داره.
بنابراین به جای این بحث ها و گفته های دو طرف بهترین را کمیته حقیقت یاب، این کمیته کمیته مستقل حقیقت یاب امریکا سازمان ما درخواست کرده و به این عنوان نه از تنها از سوی مسئولین مجلس یا قوای دولتی، از سوی جامعه مدنی با حضور برخی از نمایندگان جامعه مدنی بررسی کنند که آیا واقعا این خشونت اعمال شده است یا نه. به سابقه خشونت در جمهوری اسلامی اشاره کردید. در کهریزک هم شاهد خشونت بی سابقه درباره زندانیان بودید. چرا مقامات جمهوری اسلامی از جمله غلام حسین اسماعیلی رئیس وقت سازمان زندان ها اصرار دارد که هیچ اتفاقی نیفتاده است؟ واقعیت اینه که جمهوری اسلامی بهترین روشی که در رابطه با خشونت، در رابطه با زندان، در رابطه با کشتار زندانیان به کار میبره نفع و پاک کردن صورت مسئله است. در کهریزک که به نوعی کهریزک همان اوین سالهای 60 بود، دهه 60 بود، خب اگر از همان زمان این اعمال خشونت ها، این غیرقانونی برخورد کردن ها، این فشارهای غیر انسانی میتوانست در یک چارچوبی مورد بررسی قرار بگیره، عدالت بران اجرا بشه، حقیقت روشن بشه، خب این بدون خودسری ها و اعمال ها و اعمال فشار نمیشه گفت، انجام نمیشد. اما متاسفانه لاپوشانی و پنهانکاری اساس کار مسئولین جمهوری اسلامی برای سرکوش نهادن بر جنایت، برای سرکوش نهادن بر بیگناهی این زندانیانی که هیچ گناهی نکردن جز آن که مدافع حقیقت و مدافع دموکراسی و آزادی بودن. به نوعی تنبیه آزادی خواهان در زندان نوع اقدامی که میکنن. در ورای آن من فکر میکنم که مسئولیت از مجازات یکی از اصلی ترین عواملیه که خشونت رو دامن میزنه و این خشونت همواره در جامعه ما جاریه. هیچ کدام از مسئولین جمهوری اسلامی از دیروز تا امروز به جرم جنایاتی که انجام دادن از صدر تا زیر پاسخگو نبودن و عملا در برابر دادگاهی قرار نگرفتن. خب خیلی طبیعیه که این خشونت تا میتونه هرچه گسترده تر بشه و دامن زده بشه. اشاره کردید که هدف از انکار این خشونت پنهان ماندن حقیقت و مسئولیت از مجازات است. با این وصف کمیته حقیقت یاب چگونه میتواند ابعاد ماجرا را روشن کند؟ واقعیت اینه که امروز در برابر خواست خانواده ها که میخواهند بدانند چه بر سر فرزندانشان آمده است و اصرار بخشی از مسئولینی که سازمان دهنده این حمله بودند، من همین بخوام بگم بنابر اطلاعاتی که ما داریم برخی از و در اطلاعیه‌مون منتشر کردیم روز جمعه، برخی از مسئولین دستگاه قضایی، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در این حمله سازماندهی آن دست داشتند، برنامه ریزی شده. حال این مجموعه در مقابل خانواده هایی که فرزندان و عزیزانشون رو دیدن به آن خوردن و زخمی شدن مقاومت میکنن، میگوین نیست و نبوده. اگر درست میگوین کمیته حقیقت یابه، که منم مثل شما زیاد امیدوار نیستم در جمهوری اسلامی راه چاره‌ای برای آن بتوان پیدا کرد، اما این تنها راهی ضمن آن که ما در اطلاعیه‌مون در روز جمعه تاکید کردیم که جامعه جهانی باید در این رابطه اقدام کنه. امروز اتحادیه اروپا اطلاعیه‌ای در این رابطه صادر کرده. ما از همان جمعه از خانم نوید لای و آقای احمد شهید خواستیم به عنوان مسئولین نهادهای بین المللی، نهادهای مدافع حقوق بشر، گزارش ویژه سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر در این رابطه دخالت کنند. واقعیت اینه که مسئولین جمهوری اسلامی نمیتوانند هر کاری که دلشان میخواهد انجام دهند و پاسخگو نباشند. کمیته حقیقت یاب باید از سوی بدون شک بخشی از مسئولین دولتی اما با حضور نمایندگان جامعه مدنی تشکیل بشه تا حقیقت روشن بشه، اگر واقعا میخواد مسئله حل بشه، وگرنه جامعه جهانی باید به وظیفه خودش عمل کنه. اگر این اقدام آنطور که شما میگویید سازماندهی شده، اساساً با چه هدفی صورت گرفته است؟ هدفهای گوناگونی میتونه داشته باشه. در درجه نخست واقعیت اینه که زندان اوین به شکل حماسی، به شکل تاریخی بخشی از مقاومت جامعه ایرانه، بخشی از نمود و تبلوری از مقاومت جامعه ایرانه. در طی سالهای گذشته علارغم همه سرکوبها، علارغم همه ستمی که بر این زندانیان روا شده، از حق درمان محرومند، از حقوق اولیه‌شون محرومند، اما همچنان کانون مقاومت بوده. یک علتش در هم شکستن این مقاومت، شکل دیگرش
پیرامون و در طی درگیری های جناهای مختلف همواره من اینگونه بخوام بگم بی پناه ترین انسان های این جامعه زندانیان همواره قربانی بودند. هر زمانی که برای تصویه حساب بین جناهای مختلف حکومت درگیری پیش اومده و خواستن تصویه حساب کنن بر سر زندانیان خالی کردن. این یک سابقه طولانی داره، یا زندانیان بودن یا روزنامه‌نگاران بودن و رسانه های ما. اما به شکل دیگری واقعیت اینه که دستگاه قضایی ایران در برابر در طی سالهای گذشته و به ویژه یک سال گذشته تحت فشار بین المللی قرار گرفته در رابطه با مسائل حقوق بشر و متأسفانه جمهوری اسلامی همواره راه حلی که عرض کردم خدمتتون پاک کردن صورت مسئله با اعمال فشار بر زندانیان و به نوعی تنبیه آنها، ضمن اینی که بدانیم که اگر زندان چکیده ای از جامعه ماست و این مقاومت اونجا تبلور پیدا کرده، به نوعی هشدار دادن به جامعه مدنی که همواره خواست آزادی خواهی و دموکراسی خواهیش رو پنهان نکرده هم نیز هست. اشاره کردید که از خانم ناوی پلای و احمد شهید خواسته شده تا ابعاد این ماجرا رو بررسی کنند. آنها چه اقدامی میتوانند انجام دهند؟ جامعه جهانی باید وظیفه‌اش عمل کنه. جمهوری اسلامی بسیاری از کنوانسیون‌ها و بسیاری از مفاد حقوق بین المللی رو امضا کرده. در این رابطه مسئول و باید پاسخگو باشد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خانم نبی پلای بارها دعوت شده به ایران که این دعوت هم به نوعی، شاید من بخوام بگم نوعی، در اصل مشکل ایجاد کردن برای آقای احمد شهیده، ولی اگر این دعوت واقعیه و خانم نبی پلای می توانند به ایران برن به همراهی آقای احمد شهید، خب خیلی طبیعیه که باید برن. خانم نبی پلای من فکر نمی کنم فقط بره که از مزار رهبر فوت کرده ایران چیز کنه، دیدار کنه، بدون شک باید در رابطه با زندان، در رابطه با وضعیت کنونی زندان ها و نقض آزادی اطلاع رسانی در ایران، آنچه که مورد اهمیت سازمان گزارشگران بدون مرز و دیگر نقض حقوق بشر در ایران تحقیق کنند. خب در این رابطه خیلی مشخص جمهوری اسلامی پذیرفته است، بنابراین نمایندگان بین المللی و حقوق بشری می توانند به این مجموعه بروند، به ایران بروند و کار کنند. اما تجربه دیدار خانم کاترین اشتون با مادر ستار بهشتی نشان داد که حاکمیت چندان روی خوشی به ملاقات اعضای نهادها و سازمانهای بین المللی با فعالین مدنی و سیاسی و خانواده قربانیان یا زندانیان سیاسی از خود نشان نمی دهد و یا اصولا اجازه چنین دیدارهایی داده نمی شود. با این سابقه آیا خانم پلای و آقای شهید قادر به انجام اقدامی در این زمینه خواهند بود؟ در درجه نخست ما در اطلاعیه‌مون خواستیم که دخالت کنن. این دخالت میتواند از طریق پرسش و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی که بنابر بسیاری از کنوانسیون های بین المللی جمهوری اسلامی باید پاسخگو باشد به کمیسر عالی حقوق بشر، چون جمهوری اسلامی عضوی از ملل متحد است و پایبند به بسیاری از این قراردادها و کنوانسیون هایی که عرض کردم خدمتتون. اما علاوه بر آن واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در طی گذشته خود سابقه بسیار بسیار بد در رابطه با جامعه جهانی دارد. اما یک بار برای همیشه جمهوری اسلامی باید بپذیرد و به ویژه با توجه به قطعنامه‌ای که دو هفته گذشته اتحادیه اروپا منتشر کرد در رابطه با اهمیت دادن به مسئله حقوق بشر، و جمهوری اسلامی باید بپذیره یا در روابط بین المللی میتواند حضور داشته باشه، مذاکره کنه، صحبت کنه، در جامعه جهانی باشد و بنابراین باید به قوانین آن هم تن دهد، مثل بقیه کشورهای جهان، مثل بقیه کشورهایی که قراردادهای بین المللی و حقوق بین المللی رو پذیرفتن. خیلی طبیعیه که این چالش بزرگیه، به ویژه برای بخشهایی از جمهوری اسلامی که اساساً جهان را نمیپذیرن تا چه رسد به قوانین بین المللی. اما دولتی که میخواهد تفاهم پیدا کند با جهان، آنچه که خودشون اعلام کردن آقای حسن روحانی، بنابراین باید پایه‌ای ترین مسائل حقوق بین الملل هم یعنی پاسخگویی را نیز بپذیرند. با توجه به شعارهای انتخاباتی آقای روحانی مبنی بر آزادی زندانیان سیاسی، حال نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه ابتدایی ترین حقوق انسانی در زندانهای جمهوری اسلامی به شدت نقض شده است. به نظر میرسد آقای روحانی در موقعیت دشواری قرار گرفته. ایشان چه اقدامی میتواند در حمایت از حقوق شهروندی انجام دهد؟
من فکر میکنم که یک زمینه مشخصی هست برای فعالین حقوق بشر. ما وارد بحث های جناهی و گروهی و اختلافات نمیشیم. مسئولینی در ایران مسئولیت پذیرفتن. آقای حسن روحانی میدانست در کدام کشور زندگی میکند. پیش از آن 8 سال مسئول یکی از مهمترین نهادهای ایران در عرصه سیاست بوده، بنابراین سالها سابقه کار داره، به ویژه در رابطه با نهادهای امنیتی شناخت خوبی دارن، چیزی که در مباحث انتخاباتی بر آن تاکید میکردن و با این شناخت میدانستن با چه مسائل و دشواری های رو در اومد. اما ورای همه این حرف ها ایشون به طور مشخص مسئول اجرای قانون اساسی در بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی هستن به عنوان رئیس جمهور. بنابراین شما درست میگین این سکوت قابل پذیرش نیست. ایشان میتوانند در این رابطه اظهار نظر کنند و به همین خاطرم هست من از کمیته حقیقتیاب، یعنی اگر واقعا و صادقانه ما بخوایم این مشکل رو حل کنیم، این کمیته حقیقتیاب باید تشکیل شود، به ویژه با حضور نمایندگان جامعه مدنی. اما متاسفانه آقای پور محمدی که شخصیت دست کم میتونم بگم سالم و با صلاحیتی در این رابطه نیستن، خب ایشون هم همون حرفای دستگاه قضایی رو زدن که البته تعجبی هم نیست دیگه، یکی از عاملان کشتار زندانیان در سال 67، نمیتوان از این بیشتر هم از ایشون انتظار داشت که عملا نفی کردن. امروز خانواده ها در مقابل مقر ریاست جمهوری در خیابون پاستور بودن، قرار بوده که آنها رو به حضور بپذیرن. من امیدوارم که در این رابطه با خوشرویی و که نسبت به پیام های توییتری و فیسبوکیشون ارسال میکنن مقامات دولت، آقای روحانی، آقای ظریف و بقیه، بتوانند در این رابطه به طور مشخص و معین موضع بگیرن. همانطور که شما هم میدانید در جمهوری اسلامی نهادهای اطلاعاتی موازی با وزارت اطلاعات فعالیت میکنند و آقای مطهری هم به این موضوع اشاره کردند و این خشونت را به بعضی از نهادهای اطلاعاتی موازی نسبت دادند که میخواهند در مسیر حرکت دولت مانع ایجاد کنند. با توجه به اینکه نماینده از وزارت اطلاعات در بند 350 زندان اوین حضور دارد و وزارت اطلاعات بخشی از کابینه آقای روحانی است، به نظر شما وزارت اطلاعات کجای این قضیه ایستاده است؟ واقعیت اینه که شهادت خود زندانیانم نشون داده که بخشی از مسئولین وزارت اطلاعات در این تهاجم دست داشتن، شرکت کردن در کنار عواملی از حفاظت سپاه پاسداران و دستگاه قضایی. بنابراین خیلی طبیعی و ساده واقعیت اینه که این جمهوری اسلامی از اون اول تا امروزش ترکیب شده از قبایل، اینطوری من بخوام بگم، به شکل مشخص و جناهای متفاوتی که در همه جا حضور دارن. 8 سال ما تجربه دولت آقای خاتمی رو داشتیم و در کنار آن اطلاعات موازی، زندانهای مخفی، و دوباره داره تکرار میشه گویا در این رابطه. من باز برمیگردم به پرسش پیشین شما. به طور مشخص تنها راه شکستن سکوته و گفتنه. ایشون مسئولیت دارن، دولت مسئولیت داره. اگر در این رابطه حضور نداشتن یا اگر نیروهای خاطی در اطلاعات وزارت اطلاعات این اقدامو کردن، خیلی طبیعیه که باید تنبیه بشن. این عوامل خودسر نمیتوانن همچنان قتل عام کنن، روشنفکرها رو بکشن، زندانیا رو مورد آزار و اذیت قرار بدهن و همچنان حضور داشته باشن. باز هم من تاکید میکنم مسئولیت از مجازات مادر اصلی اعمال خشونت و خشونت همیشگی و قتل جنایاتی که وجود داشته و دارد. در میان شهادت هایی که ما دریافت کردیم و منتشر شده بر روی سایت های مختلف، زندانیانی که مورد ضرب و جرح قرار گرفتن و کتک خوردن، آنها هم تاکید کردند که تعدادی بر روی بام و تعدادی در درون با دوربین های حضور داشتن. این حضور دوربین یکی از شاید من بخوام بگم امکاناتیه که میتونه حقایق رو روشن کنه، ولی در صورتی که تمامی فیلم ها بدون آنکه مونتاژ شده باشن، بدون آنکه صحنه هایی رو که زندانیان دارن میگوین که با باتون بر سر ما میزدن، بدون آنکه آنها رو بردارن، در این رابطه در اختیار اون کمیته مستقل یا معتمدین خانواده ها قرار بگیره که مشخص بشه حقیقت چیست. من دوباره روی این واقعیت تاکید کنم که در آیین‌نامه درونی زندان به طور مشخص این هست که بازرسی باید انجام بشه. این امریه که در همه زندان‌های جهان هست. در این رابطه تأکید هم شده که اگر مقاومتی هم شد باید به اصطلاح تنبیه انضباطی بشه، ولی در این آیین‌نامه
گفته نشده است که باید با باتون بر سر زندانیان زد و این مقاومت با طرحی از پیش تعیین شده در هم شکسته بشه با گارد ویژه و این گونه که از قبل آماده بودن. در هر حال هر چی که هست این فیلم هایی رو که اگر باشگاه خبرنگاران که مرجع زیاد چیزی نیست، یعنی به نوعی سخنگوی همان نیروهای انتظامی سپاه پاسداران و بخشایی هستن که آدمای شناخته شده این، یعنی مأمورین وزارت اطلاعات هم و رسانه‌ای است در کنار نیروهای اطلاعات موازی و غیر موازی که امروز دارن فعالیت رسانه‌ای میکنن، بخش رسانه‌ای آنهاست. در هر حال این فیلم ها رو در اختیار اون نیروهای معتمد قرار بدن تا حقیقت روشن بشه، ولی علاوه بر اون فیلم هایی که احتمالا با مونتاژ میخوان نشون بدن، من فکر میکنم راحت ترین راه اینه که این زندانیان امروز زرب و جرح شدن، کتک خوردن، برخیشون نیاز به امکانات پزشکی دارن. مسئولین زندان از وحشت آن که یک مدرک پزشکی در دستشون باشه اینا رو به دکتر نبردن هنوز. خیلی طبیعیه که وقتی که این گونه دعوایی به قول آقایون شده، خب پزشکی قانونی میتونه در این رابطه نظر بده، چه با فیلم چه بی فیلم مشخص بشه که چگونه اینها کتک خوردن و چگونه مورد ضرب و شتم قرار گرفت. مقامات جمهوری اسلامی همواره گزارشاتی که از سوی مقامات و مراجع بین المللی در زمینه حقوق بشر تهیه می شود انکار می کنند و آنها را کذب و جعلی می دانند و بر رعایت حقوق بشر اسلامی تاکید می کنند. به نظر شما آیا اقدام به ضرب و شتم زندانیان بیدفاع منطبق با موازین حقوق بشر به گفته آنان اسلامی است؟ حقوق بشر اسلامی نداریم، حقوق بشر یکیه و همین خاطر هم هست که جمهوری اسلامی اعلامیه جهانی و حقوق بشر رو وقتی که به رسمیت شناخته، یعنی اعلامیه‌ای که سالها پیش دولت‌های پیشین ایران پذیرفتن اونو و در مجلس ایران به تصویب رسیده، جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که با آن وفادار است، بنابراین در چارچوب قوانین بین‌المللی ما این اطلاعیه رو داریم. اما اطلاعیه‌ای که روز جمعه ما منتشر کردیم در اونجا گفتیم که جمهوری اسلامی نه حقوق بین المللی را رعایت میکنن تا قوانین اسلامی خودشو. من الان از همین آیین‌نامه صحبت کردم، آیین‌نامه زندان ها به طور مشخص اونجا نوشته شده که به چه شکلی باید بازرسی بشه. این آیین‌نامه نقض شده و قوانین اصلی جمهوری اسلامی نقض شده. یعنی تنها این مسئله نیست، ضمن آن که خب بله من فکر میکنم که تمامی دولت ها و حکومت های ناقض حقوق بشر ناراضی هستند، به نوعی نفی میکنن هر آنچه را که جهان در ارتباط با انتقاد از نقض حقوق بشر میکنه و نه تنها نهادهای خارجی. ما امروز در ایران به جز نهادهای دست نشانده قدرت نهاد مستقلی در دفاع از حقوق بشر نداریم. چندین سازمان حکومت ساخته و وزارت اطلاعات ساخته داریم که به کمیسیون های مختلف میفرستن، ویترین هایی هستن که در پشت آن نقض حقوق بشر را پنهان کنن. ولی امروز اگر یک نهادی بود در ایران، به عنوان مثال من مثال میزنم، در چندین سال پیش انجمن دفاع از حقوق زندانیان تشکیل شده بود، آقای باقی یکی از معتمدین جامعه ایران در این انجمن فعال بودند، این انجمن کارهای بسیار خوبی در ایران انجام داد، امروز این انجمن منحل شده. کانون مدافع حقوق بشر در ایران منحل شده است، عبدالفتاح سلطانی به این خاطر این گونه باتوم خورده در زندان اوین. بنابراین چه کسی در ایران میتواند در این رابطه اقدام کند؟ اگر جهان بد میگوید، بخشی از نمایندگان مجلس امروز دارن مسائلی رو در رابطه با بند 350 طرح میکنن. من فکر میکنم که باز هم ورای تمامی اعتقاداتی که جمهوری اسلامی داره، اما خودشان هم میدانن و به خوبی هم میدانن که دروغ میگویند. با سپاس از آقای رضا معینی، مسئول بخش فارسی سازمان گزارشگران بدون مرز که از پاریس با ما همراه بودند. در همین زمینه گفتگویی کردم با محمد مصطفایی، وکیل و حقوقدان، و ابعاد حقوقی ضرب و شتم زندانیان سیاسی را به بحث گذاشتم و از ایشان پرسیدم آیا به لحاظ حقوقی زندانبانان حق دارند به بهانه بازرسی بند به صورت گروهی یا فردی زندانی را هدف حمله و خشونت قرار دهند؟ در هیچ جای آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها یا قوانین دیگر هیچ ماده قانونی مبنی بر این که
خب زندانبان ها بتونن به صورت گروهی وارد جایی بشن، حمله بکنن، و یا اینکه گروهی افراد رو از محلی که زندگی میکنن یا زندانشون یا سلولشون اونها رو بردارن و به محل دیگه منتقل بکنن، از جمله انفرادی رو ندارن. تنها کسی میتواند حکم به این بدهد که یک فرد رو میتوانند به انفرادی منتقل بکنن و یا اینکه بازرسی های ویژه‌ای انجام بدن که توسط مقام قضایی دستورش صادر شده باشه و در شرایط خاص میتوان این کار کرد، ولی در به صورت کلی از نظر قانونی من وجود داره و هیچ مقام رسمی نمیتواند چنین کاری رو انجام بده. به لحاظ قانونی چه کسانی حق ورود به بند را دارند؟ سازمان زندان ها، نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه؟ سازمان زندان ها مامورین خاص خودشون رو دارند. تنها کسانی که می توانند به بندها مراجعه بکنند سازمان زندان ها هستند. و اگر از طرف مرجع قضایی دستور خاصی به یک مامورینی به عنوان ضابط دادگستری داده بشود، در اون صورت چرا میتوان اون افراد وارد بشود، ولی در اصل مامورینی که در سازمان زندان ها مستقر هستند و کارمندان سازمان زندان میتوانند به زندان ها مراجعه بکنند. مامورین امنیتی و مامورینی که فراقانونی عمل میکنند به هیچ عنوان این حق رو ندارن که وارد زندان ها بشن و خودسرانه بخوان که تفتیش بکنن و بازرسی بکنن. با توجه به حضور نماینده وزارت اطلاعات در بند 350 زندان اوین که جزی از کابینه دولت است، آیا به لحاظ حقوقی مسئولیت متوجه دولت است؟ ببینید، بندهایی مثل بند 209 و بند 350 زندان اوین درسته که جزئی از زندان اوین هستند و متعلق به سازمان زندان ها محسوب میشن، ولی در اصل این دو بازداشتگاه هایی هستند که تحت نظارت وزارت اطلاعات و سپاه و مامورین امنیتی اداره میشوند و اگر هم این بازداشتگاه ها در زندان قرار دارند فقط به خاطر توجیه هستش که مقامات امنیتی برای نگهداری زندان ها در زندان داشته باشند. ولی اگه بخواید واقع بینانه به این موضوع نگاه کنید، میبینید که این دوتا بازداشتگاه در اصل بازداشتگاهی مجزا، اما در اسم و ظاهر زیر نظر سازمان زندان ها هستند. آقای لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، بعد از این واقع آقای اسماعیلی را از ریاست سازمان زندان ها برکنار و به ریاست کل دادگستری استان تهران منصوب کردند و گفتند که قوه قضاییه اجازه فتنه‌گری مجدد نخواهد داد. به نظر شما آیا از دستگاه قضایی که خود یک سوی ماجراست و رئیسش منتصب رهبری و مورد حمایت نهادهای قدرت در ایران است، میتوان انتظار رسیدگی و مجازات قانونی عاملین این حادثه را داشت؟ با تغییری که صورت گرفته به نظر من یه مقداری سخت هست که بخواهیم ما عاملین رو و کسانی که هجوم بردن و ضرب شد کردن رو از نظر قانونی بخواهیم محاکمه بکنیم، به دلیل اینکه آقای آوایی که ایشون رو منتقل کردن به دادگاه عالی انتظامی قضات از جمله افرادی بودن که به نظر من فرد مثبتی بودن و شخصا می توانستن خیلی کارهای مثبتی انجام بدن، از نظر موضوع حقوق بشری هم ایشون خیلی رسیدگی می کردن. ایشون رو برداشتن، آقای اسماعیلی رو آوردن. آقای اسماعیلی کسی که خب این فاجعه اخیر رو به بار آورد رو کردن رئیس دادگستری، و از طرفی هم شخص دیگری که پرونده‌ای بدتر از آقای اسماعیلی دارند رو کردن رئیس سازمان زندان ها. این چیدمان مهره ها به نظر من نشوندنده این هستش که به کسانی که در قدرت قرار دارن به راحتی بتوانن از ابزار قدرتشون استفاده بکنن و فراقانونی عمل بکنن. در غیر این صورت میتونستن که افراد مثبتی رو بذارن به جای افرادی که در حال حاضر در چیدمان قدرت قرار دارن. به نظر من
من خوشبین نیستم از اینکه با این سیستم و با این رویه‌ای که دستگاه قضایی در پیش گرفته بتوان در چنین مواردی احقاق حق کرد. با سپاس از آقای محمد مصطفی وکیل و حقوقدان که از نروژ با ما همراه بودند. پایان بخش برنامه این هفته ما طبق روال هر هفته گزارشی است از مهستان بختیاری، خبرنگار ما در ترکیه که تحولات هفته گذشته این کشور را دنبال کرده و ما را در جریان آن قرار می‌دهد. با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه، بحث و گفتگوها و رایزنی‌ها پیرامون آینده حزب عدالت و توسعه به ویژه این روزها از سوی رهبران این حزب با جدیت تمام دنبال میشه. یکی از مهمترین پرسش‌ها و مسائلی که در شرایط کنونی مطرح هستش، مسئله رهبری حزب عدالت و توسعه در آینده هستش. بر اساس قانون اساسی ترکیه، آقای رجب طیب اردوغان که 3 دوره مسئولیت و رهبری این حزب رو بر عهده داشته، اکنون دیگه نمیتونه این مسئولیت رو بر عهده بگیره. مضاف بر این که خود آقای اردوغان هم به احتمال بسیار قوی در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد خواهند شد، هرچند که این موضوع رو نه خود ایشون نه حزب عدالت و توسعه هنوز به صورت رسمی مطرح نکردن. اما در مواجهه با این موضوع، یعنی آینده رهبری حزب عدالت و توسعه، یکی از مهمترین راهکارهایی که این روزها در محافل عمومی از سوی رهبران این حزب مطرح میشه، رفتن به سوی مدل پوتین مدودوف هست، یعنی جابجایی سیاسی آقای گل و آقای اردوغان. موضوعی که خود آقای عبدالله گل در واکنش به اون این هفته در آخرین اظهار نظرشون گفتن که من این مدل رو چندان برای ترکیه مناسب نمیدونم و به نظرم نمیاد که این مدل بتونه به نهادینه شدن دموکراسی در ترکیه کمک بکنه. جدا از این صحبت آقای عبدالله گل، صحبت دیگه‌ای که ایشون مطرح کردن و باعث ابهام بیشتر در آینده رهبری حزب عدالت و توسعه شدن این هستش که ایشون گفتن در شرایط کنونی من برنامه‌ای برای بازگشت به سیاست ندارم. هرچند که آقای محمد علی شاهین، یکی از معاونین حزب عدالت و توسعه، در این رابطه گفتن نباید صحبت‌های آقای عبدالله گل رو با دید منفی نگاه کرد و ایشون این صحبت‌ها رو از این جهت عنوان کردن که بحث‌ها و گفتگوها و پیشگویی‌ها رو در شرایط کنونی پایان بدن. همینطور آقای شاهین در ارتباط با احتمال نامزدی آقای رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری گفتن که این هفته آقای اردوغان جلسه‌ای رو با نمایندگان حزب عدالت و توسعه در این رابطه برگزار کردن. 20 تن از نمایندگان به آقای اردوغان رأی مثبت دادن و تنها 4 نفر رأی منفی دادن. آقای شاهین همینطور گفتن که اگر قرار باشه آقای اردوغان به صورت قطعی کاندید حزب عدالت و توسعه در انتخابات ریاست جمهوری باشه، ما این موضوع رو باز هم به شورای مشورت خواهیم گذاشت و برای تعیین وضعیت پست نخست وزیری به احتمال بسیار زیاد یکی از 4 معاونین فعلی آقای اردوغان در حزب عدالت و توسعه به صورت موقت پست نخست وزیری رو قبول خواهد کرد. همینطور آقای شاهین در ارتباط با احتمال پذیرش رهبری حزب عدالت و توسعه از سوی آقای عبدالله گل، با توجه به صحبت‌هایی که ایشون مطرح کردن، گفتن که من با شناختی که از آقای عبدالله گل دارم میدونم اگر دوستان و نزدیکان او در حزب عدالت و توسعه این درخواست رو از او بکنن، او این درخواست رو رد نخواهد کرد. مضاف بر این که حزب عدالت و توسعه 9 میلیون هوادار و طرفدار در ترکیه داره و اگر این هواداران از آقای گل بخوان که رهبری حزب عدالت و توسعه رو بر دوش بگیره، او قطعاً درخواست هواداران خودش رو رد نخواهد کرد. کمتر از 4 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه باقی مونده است. همکنون بسیاری بخت آقای رجب طیب اردوغان رو برای کسب کرسی ریاست جمهوری بسیار زیاد میدونن، اما مسئله‌ای که هنوز روشن نیست و در حاله از ابهام قرار داره، مسئله آینده رهبری حزب عدالت و توسعه است و این پرسش که آیا آقای عبدالله گل در شرایط کنونی رهبری حزب عدالت و توسعه رو خواهد پذیرفت یا خیر. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. ممنون از اینکه ما رو تا انتهای برنامه همراهی کردید. این برنامه رو می توانید در وبسایت ما با آدرس ایرانفردالایو.com و همچنین صفحه فیسبوک ما با نشانی facebook.com/ایرانفردا تیوی نتورک دنبال کنید
و درباره برنامه نظر دهید. منتظر شما هستیم. تا برنامه دیگر، شاد و سربلند باشید.